هفتاد سال پیش در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا خیلی نگران بود که دنیا کمونیست نشه کشورهای بیشتری نرن متحد شوروی بشن و برای این نگرانی یه کاری کرد یعنی شروع کرد یه سری برنامه هایی در کشورهای مختلف پیاده کردن تو اروپا یه جور جاهای دیگه دنیا هم یه جور یکی از اون برنامه های مهم اسمش بود اصل چهار اصل چهار ترومن و یکی از کشورهایی که برای آمریکا مهم بود و این برنامه توش

یک برنامه کمک رسانی بود با یه سری اهداف سیاسی پشتش و همین هم یه مقداری کار موافقینش رو و مخالفینش رو سخت کرده و میکنه بالاخره مثل هر چیز دیگری اینم خوبی داشته بدی داشته لا بود منتها بحث درباره این موضوع هم خیلی وقتا اینطوریه که اونایی که میخوان ازش دفاع کنن کلا منکر این میشن که این برنامه هدف اصلیش سیاسی بوده کلا میزنن زیرش زیر بار نمیرن و اونایی که مخالفشن اصلا حاضر نیستن خیلی وقتا بپذیرن که این برنامه اثرهای مثبت خیلی بزرگ و مهمی داشته در ایران فقط به اون جنبه هدف سیاسیش میچسبن می ولی خب واقعیتش اینه که برنامه مهمه برای ما خیلی مهم بوده دونستن اثراتش به نظرم برای مای که میخوایم تاریخ ایران رو بدونیم تاریخ ایران قرن بیستم رو بدونیم تاریخ توسعه ایران رو بفهمیم بسیار مهمه بر همین توی این ویدیو میخوام درباره اصل چهار تورمن صحبت کنیم در ایران در چه دنیایی هستیم دنیای وسط قرن بیستم از اول قرن بیستم تا حالا اگه نگاه کنی از قدرت مهم اول قرن بیستم عثمانی و هابسبورگ و اتریش مجارستان و اینا بعد از جنگ جهانی اول اصلا هوا شدن رفتن آلمان و ژاپن و ایتالیا بعد از جنگ دوم بازنده و ویران و داغون شدن و تازه اینا وضع بازنده ها وضع برنده ها هم خیلی بهتر نیست انگلیس و شوروی و آمریکا که برنده جنگ هستن اینا هم هر کدوم یه حالی داره انگلستان درسته که جنگو برده ولی خیلی ضعیف شده به تدریج مستعمره ها و قدرتش رو در دنیا از دست داده و میده اون امپراتوری که روزگاری آفتاب توش غروب نمی کرد تبدیل میشه به یک جزیره ای در شمال اروپا که الان میشناسیمش قدرت درجه دویه در جهان آمریکا تقریبا پیروز بلا منازع جنگه کشته در جنگ داده ولی خب خود سرزمین آمریکا و زیر ساخت های هیچ صدمه خاصی ندیده اقتصادش هم رکود بزرگ رو به تدریج پشت سر گذاشته و حالا بعد از جنگ میتونه بجز اینکه نیاز داخلیش رو تأمین میکنه برای نیازهای بقیه دنیای در حال بازسازی هم تولید کنه و همین کمک کنه اقتصادش شکوفاتر بشه بر همین آمریکا وضعش بعد از جنگ خیلی بهتر از مثلا انگلیسی که ویران شده و داغونه برای بار دومم رفته منجی اروپا شده ضمنا اون شهرت و بدنامی سیاست های استعماری رو نداره در واقع تا اون روز حداقل نداره بر همین خیلی از جاهای دنیا از اروپا تا کشورهای توسعه نیافته دید خوبی نسبت به آمریکا هست یعنی ام، وقتی اینطوری نگاه کنی آمریکایی بعد از جنگ همه اسباب این رو داره که از یک قدرت بزرگ که هست تبدیل بشه به یک ابرقدرت همه اسباب براش مهیاست و اینا دوتا برنده جنگ بودن انگلیس و آمریکا برنده سوم چی شوروی که متحد اینا بود چی شوروی هم خیلی سخت صدمه خورده در جنگ مجموع تلفات شوروی بیش از 20 میلیون نفره بعضی از شهرهاش مثل ستالینگراد و لنینگراد اینا نبردهایی دیدن در جنگ جهانی دوم که نه تنها در این جنگ بلکه در کل شاید تاریخ بشر از خونین ترین ها باشند ولی شوروی بعد از جنگ یعنی قدرتش زیاد شده به دو دلیل یکیش به خاطر وجود یک رهبر خیلی با اراده و مسمم و البته بسیار بیرحمه مثل استالین و دوم به خاطر داشتن یک ایدئولوژی که اون موقع هنوز برای عرضه به دنیا جذابه هنوز دنیا سویه تاریک اون ایدئولوژی رو ندیده استالین همون اول خیلی زود نشون داد که این جاهایی رو که در جنگ به سختی رفته از هیتلر گرفته نمیخواد به این راحتی ول کنه بره اروپای شرقی رو که آزاد کرده بود از دست نازی ها نمیخواست بده بره میخواست موندگار بشه توش همونطوری که در آذربایجان ایران هم میخواست موندگار بشه اولش یک سری سیاست های توسعه طلبیه دوره تزارهای قدرتمند روس رو داره برمیگردونه و حالا این ایده هم هست که میگم ایدئولوژی کمونیسم موقع واقعا خیلی وقت نیست که در دنیا مطرح شده هنوز کسی نمیدونه در عمل چی میخواد از توش در بیاد حرف حرف قشنگیه هر کسی به اندازه توانش کار کنه هر کس به اندازه نیازش بهره ببره هنوزم خبری از اون جهنم مجمع جزایر گولاک و این این کشتارها و دادگاه های استالینی و اینها دنیا نداره شعارهای قشنگی خلاصه که برای خیلی جذابه برای کسانی که از وضعیت فرودستی خودشون ناراضی هستند خیلی جذابه و نفوذ معنوی میده به شوروی فراتر از مرزهای خودش و حتی فراتر از مرزهای اروپای شرقی که توش قدرت سیاسی داره شوروی در ایتالیا در فرانسه در آمریکای جنوبی که اینا حوزه غرب فرهنگی حساب میشن همه جا نفوذ فرهنگی داره تحت تاثیرش هستن و در نتیجه آمریکایی‌ها میفهمن که خب ما درسته که در این وضع جدید در این ژئوپلیتیک جدیدی که داره شکل میگیره فرصت برامون زیاد هست ولی تهدید هم کم نیست و یکی از تهدیدها همین بزرگ شدن دامنه نفوذ کمونیسم این خطرش دست کمی از خطر آلمان نازی برای ما نداره هر انقلاب کمونیستی یه جای دنیا بشه یک خطر جدی امنیتی برای آمریکا بجز این آمریکا اصلا دنبال اینه یعنی که با کشورهای بیشتری بتونه تجارت کنه و کار کنه و رو منابعشون رو روی کار کردن باهاشون حساب بکنه کشورهایی که برن در نفوذ کمونیسم از دسترس آمریکا خارج میشن برای همین اولویت شماره یک سیاست خارجی آمریکا میشه مقابله با تهدید کمونیسم بعد گفتن که خب اگه اولویت ما مقابله با تهدید کمونیسم کیا به گوششون این تهدید این پیام کمونیسم قشنگتر میاد کیا از همه بیشتر در معرض این هستن که جذب این حرفا بشن اونایی که فقر و اختلاف طبقاتی بیشتری رو دارن میبینن و تجربه میکنن پس ما چیکار کنیم که مردم یه جامعه کمونیست نشن بریم زمینه گرایششون رو به این ایدئولوژی کم کنیم یعنی بریم تو کشورهایی که جمعیت فقیر زیاد دارن کشورهایی که زیرساختاشون توسعه نیافته است کشورهایی که اختلاف طبقاتی توشون زیاده ما بریم کمک کنیم اینا از این وضعیت در بیان این شد یکی از برنامه های اصلی سیاست خارجی آمریکا در دنیای دو قطبی که بعد از جنگ جهانی دوم داشت شکل می گرفت بعد از جنگ جهانی دوم یعنی زمانی که روزولت مرده افتیار بعد از چهار بار رئیس جمهور شدن در حال رئیس جمهوری از دنیا رفته ترومن معاونش شده رئیس جمهور جنگ رو تمام کرده بلا فاصله بر از یکی جنگ تمام شده چند جا مجبور شده همین سر تقسیم دنیا و حوزه نفوذ و اینا با استالین سرشاخ بشه یکیش هم اتفاقا در ایران استالین برخلاف بیانیه تهران حاضر نشده نیروهاش ببره بیرون ترومن اولتیماتوم میده و خلاصه همین یه پیش پرده ای شد از رابطه آمریکا و شوروی در جنگ سرد که دنیا بالاخره یه مزه از این گرفت که او یه همچین دنیایی میخواد بشه و بعد همین آقای ترومن رفت انتخابات شرکت کرد, کرد و دور بعد دیگه این دفعه مردم انتخاب شد و شد رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور که شد یک استراتژی مشخصی ارائه کرد برای مقابله با شوروی اصلا سخنرانی مراسم سوگندش ببینیمش خیلی جالبه توی سخنرانی بیشتر از نصفش داره درباره کمونیسم و مقابله با شعرابی، نفوذ شوروی و اینا صحبت میکنه و اینطوری هم نیست که فقط حرف بزنه و مثلا حرف کلی و اینا بزنه اصلا خیلی مشخص میاد چهار تا اصل اساسی اعلام میکنه یک دو سه چهار میگه اینا اولویت های سیاست ما هستن الان اصلا اسم اصل چهارم از اینجا میاد چون چهارمین اصل این چهار تا بوده اولیش اولین اصل چی بود یه سری سازمان های تازه تاسیس بین المللی رو باید تقویت کنیم سازمان ملل نمونه بارزشه اصل دوم این بود که یک سری کمک های اقتصادی باید بکنیم به اروپا که احیا بشه بتونن رو پای خودشون وایسن اون چیزی که بلند در قالب طرح مارشال عملی کرد آمریکا سومین نکتهش این بود که همکاری نظامی امنیتی رو باید با اروپا زیاد بکنیم برای اینکه با تهدید امنیتی شوروی و کمونیست مقابله بکنیم که منجر میشه به تشکیل ناتو که آیزنهاور گفتیم توش خیلی دخیل بود و چهارمی میشه اینکه بریم به کشورهای توسعه نیافته به کشورهای جهان سوم به اصطلاح اون روز کمک کنیم کمک اقتصادی کمک تکنولوژی بکنیم که این همون چیزیه که بعدا معروف میشه به اصل چهار چون نکته چهار رومه سخنرانی آقای ترومن بود تو همون سخنرانی میگه که فقر و بدبختی این کشورهای توسعه نیافته این فقط مشکل خودشون نیست این درد ما هم هست دودش تو چشم ما هم میره صلح و امنیت ما رو هم تهدید میکنه بر همین ما باید یه کاری براش بکنیم نصف دنیا میگه الان یا غذای کافی ندارن یا درگیر فقرن درگیر بیماری که البته چیز جدیدی نبوده دنیا تا بوده همین بوده بیشتر مردم فقیر بودن و درگیر بیماری بودن و زود میمردن و منتها چیزی که جدید بوده این بوده که الان برای خیلی از اینها راه حلهایی پیدا شده بوده یعنی دانشش و تکنولوژیش بوده که چطوری میشه شرایط رو بهتر کرد گفتن برای اولین بار در تاریخ بشر حالا ما میخوایم از این امکاناتی که تکنولوژی برامون فراهم کرده استفاده کنیم به مردم دیگه هم کمک کنیم حالا پول بالاخره محدود به همه نمیتونیم بریم پول بدیم اون طرح مارشال رو برای بر بر همه جا نمیشه پیاده کرد ولی دانش و تکنولوژی که محدودیت نداره که هرچی بدی تموم نمیشه همش هم داره زیاد میشه داره علم جلوتر میره چیزای تازه داریم میفهمیم بریم این تکنولوژی های جدید رو ببریم بقیه دنیا وضع بهداشتیشون رو بهتر کنیم وضع کشاورزیشون رو بهتر کنیم مردم رو باز کمک کنیم با سوادتر بشن از فقر و بیماری و اینها در بیان بدون اینکه دنبال اهداف امپریالیستی باشیم بریم با اصول عادلانه و انسانی و اینها این برنامه رو ببریم جلو خیلی برنامه پرفایده ای بود برای آمریکا و نسبتا کم هزینه ای هزینهش واقعا کم بود برخلاف اون طرح مارشال که کمک مالی سنگینی بود به کشورهای عمدتا اروپای غربی اینجا بیشتر از اینکه پول بدن داشتن انتقال دانش میدادن انتقال تکنولوژی و آموزش و نهادسازی و اینها بود که بار مالیش برای دولت آمریکا به نسبت مقیاسی که داشت اجرا میشد واقعا خیلی زیاد نبود هزینه مادیش هم کم بود به خاطر اینکه اینطوری نبود که به گوش این کشور کشورا زنگ سیاست های استعماری داشته باشه نمیگفت مثلا حالا در مقابل این که من میگم شما بیایید با ما انقدر تجارت بکنید از این چیزا نمیگفت بر همین ویچه آمریکا رو هم خراب نمیکرد کشورام راحتتر بهش روی خوش نشون میدادن و بعدم بالاخره در بلند مدت به نفع آمریکا میشد دیگه مدل آموزش وقتی از آمریکا بیاد برنامه وقتی از آمریکا بیاد بعد از یه مدتی این نهادهای آموزشی حتی نهادهای سیاسی جامعه میزبان تحت تاثیر قرار می گیرن. وقتی که آباد بشن درست بشن چرخشون شروع کنه چرخیدن راحت تر میتونن با آمریکایی‌ها کار بکنن اقتصادشون اگه رونق بگیره گزینه اولشون برای ارتباط تجاری آمریکا خواهد بود و هرچی هم بعدن وضعشون بهتر بشه سپر سفر دفاعیشون در برابر کمونیسم و در برابر شوروی قوی تر میشه ایده همچین ایده بود ایده به نظر منطقی و درستی هم رسید اصول کلی رو اعلام کردن بعدم یه اداره ای درست کردن اداره همکاری های فنی شروع کردن به شناسایی کردن و ارتباط برقرار کردن با کشورهایی که این شرایط همکاری رو توشون میدیدن خیلی حوزه جغرافیاییش هم گسترده است 35 تا کشور هم دارن استفاده میکنن از این خدمات از آسیا تا آفریقا تا آمریکای جنوبی که چیکار کنن که فقر رو کم کنن فقر رو کم کنن که اینا نرن کمونیست بشن یادمون باشه هدف اصلی اینه برای همینم هم میگیم یک برنامه کو، کوی یه برنامه کمک رسانی با هدف سیاسی با اهداف سیاسی همه در تمام مدتی که دربارش صحبت میکنیم این تو ذهنمون باشه و چون هدف سیاسی داشت کشورایی رو که اینا بالاخره به هر دلیل یه جور مزیت استراتژیک داشتن یا اهمیت استراتژیک داشتن در سیاست خارجی آمریکا توجه بیشتری باید بهشون میشد اینا شدن از کشورهایی که این توجه بهشون در اصل چهار هم شد از جمله به ایران به خاطر موقعیت استراتژیکش ایرانی که هم مرزهای خیلی طولانی داشت با شوروی و همین که از وقتی رضاشاه خل شده بود یک حزب قدرتمند چپ توش پا گرفته بود متأثر از شوروی این این دوتا در کنار هم زنگ خطر رو برای آمریکا به صدا در می آورد ضمن اینکه حالا کلی هم نفت داشت بر همین توجه به ایران توی این برنامه زیاد بود این دلایل توجه آمریکایا بود ایران هم توجهش به آمریکا داشت بیشتر میشد از قبل بعد از سال 32 به خاطر نقشی که آمریکاییها در برگردوندن شاه به سلطنت داشتن توجه شاه بیشتر هم شده بود در نتیجه همکاری دولت ایران با کمیسیون اصل چهار شروع شد چی بود همکاری اصلا اثرش چی بود کجاها میشه ردش رو گرفت اول برای اینکه اینو ببینیم باید ببینیم در چه ایرانی هستیم از چه کشوری داریم اصلا صحبت میکنیم تصویر ما از ایران بین 20 بین 1320 تا 32 تصویر من خیلی تصویر ناقصی بود و هست حالا میخوایم بعدا بیشتر دوارش صحبتم بکنیم ایران دهه 20 اوضاع بسیار آشفته ای داره دنیا در جنگ ایران در اشغال اینو خیلی یکم بهش فکر کنیم کشور در اشغال انگلیس و, و شورویه آمدن پادشاه کشور رو ورداشتن کاری کردن که بره تبعید شده ثبات سیاسی نیست در کشور اوضاع اقتصادی هم به هم ریخته و داغونه حتی جنگ هم که تمام میشه خب اوضاع ایران همچنان خرابه وامی هم از بانک جهانی میخوان برن بگیرن طول میکشه روندش تو این وضعیت یک گزارشی میاد در وزارت خارجه آمریکا تو اون بخشی که مسئول کشورهای یونان و ترکیه و ایرانه یک گزارش هشدارآمیزی میاد که ما ایرانو بررسی کردیم واقعا وضع داغونی داره اگر بهش کمک نشه خطر ناآرامی و سباتی در این کشور جدیه توضیح هم جلوتر دادیم که چرا برای آمریکا مهم بود در نتیجه میگن م. که در قالب این برنامه است چهار به ایران هم باید بریم و کمک فنی و کمک آموزشی بدیم وام هم باید بهشون بدی در چه دولتی در ایران دولتی کی سر کار دولت رزمارا زمان رزمارا تفاوه نامه امضا میشه و یک کمی بعدم یه اداره باز میشه اداره همکاری های فنی اصل چهار رئیسش آمریکایی یک آدمی که تخصصش هم کشاورزیه و شروع میکنه در ایران کار کردن در ایرانی که 75 درصد جمعیتش در روستا زندگی میکنه 75 درصد اغلبشون امکانات بهداشتی و آموزشیشون بسیار بسیار ضعیفه کشاورزی دارن میکنن تو روستا در زمینی که مال اربابه بعد کشاورزی سنتی و غیر مکانیزه و بازده خیلی پایین و و بعد با این وضعیت کشاورزی که میکنن اون محصولی که در میاد و پنج قسمت میکنن یه قسمتش مال صاحب زمینه یه قسمتش مال صاحب آب یه قسمتش مال صاحب گاوه یه قسمتش مال صاحب بذر یه قسمتش مال اونی که روش کار کرده یعنی کشاورزه یک نهایت دو سهم بره با این وضعیت اصفناک و میگیم کشاورزی یعنی کشاورزی چی یعنی 75 درصد جمعیت این وضع اسفناک زندگیی که دارن این وضع امکانات و زیرساختی که هست آمریکایا میترسن که خب شعارهای کمونیستی اینجا پا بگیره در ایران محبوب بشه بر همین تمرکز برنامه های اصل چهار در این جامعه میشه اینکه کیفیت زندگی رو در روستاها بهتر کنه کمیسیون مشترک هسته چهار درست میشه چهار تا عضو ایرانی داره سه تا عضو آمریکایی داره دولت ایران هم متحد میشه که بینا یه تعدادی معلم و بهیار و پرستار و پزشک و متخصص کشاورزی و اینها بده و یه سری هم ساختمون و امکانات و اینا پول رو هم آمریکایی بیارن پولی که البته اولش واقعا مبلغ خیلی زیادی نیست اولش 500 هزار دلاره بعدا میرسه مثلا به 20 سه میلیون دلار که خب برای اون زمان عدد قابل توجهی همه هزینه های اجرای طرح حقوق و مزایا و هزینه های اداری کارکنان آمریکایی و ایرانی و خرید وسایل و اینا همه در ایران در خارج از ایران همش با همین بودجه اصل چهار تأمین میشه سیاستمدار و دولتی ایرانی چطوری برنامه رو میفهمه اولش اولین اینطوری احساس میکنی که خب برای کمک فنی و اینا میخواد بیاد ولی پول میخواد بیاد از آمریکا دیگه پول میخواد بیاد مسابقه شروع میشه بین وزارت ها و بخش های مختلف که چجوری بدن یه بخشی از این کمک رو واسه خودشون بگیرن یه مقدار که میگذره تو این مسابقه بودجه گرفتن و دست به پول رسوندن کسی موفق نمیشه مشخص میشه که برنامه واقعا اینطوری نیست که مستقیم بیان پولی به دست کسی به وزارت ای بدن اینطوریه ای که بعد از یه مدتی باید بخش دولتی به تدریج یاد بگیره که چطوری باید برنامه تعریف کنه به جای پول گرفتن با کمک برنامه های اصل چهار کمیسیون اصل چهار بیاد اون نتیجه رو که میخواد مثلا بتونه بگیره یه چیز جالبی هم اینجا هست به این بر من خیلی جالب بود بدونم که اصلا کیا چه جور آدمایی دارن اینو پیش میبرن در آمریکا بالاخره حرفی که داریم میزنیم حرف جالبی انتقال تکنولوژی و ف پا... ولی اینا دارن توی کلی کشور جاهای مختلف دنیا میرن مطالعه میکنن کی تو آمریکا داره به این چیزا فکر میکنه ایده داره از کجا میاد کیا دارن فکر میکنن و جوابش این بود که دانشگاهی ها. اصل چهار یکی از اولین برنامه هایی بود در آمریکا که با همکاری نزدیک وزارت خارجه و دانشگاه اجرا اجرا میشد چه دانشگاهی اواخر قرن 19 در آمریکا یک سری دانشگاه تاسیس شده بودن که هدف اصلیشون بود که مثلا رو کشاورزی کار کنن که بازده کشاورزی در آمریکا بره بالا خیلی هم جواب گرفته بودن وقتی صحبت اصل چهار شد گفتن که کمک گرفتن از دانشگاه خیلی جواب داده اینجا همین کار رو بریم بقیه دنیا هم بکنیم تون 15 سالی که برنامه اصل چهار بود سی و تا دانشگاه درگیر شدن برای ایران هم دانشگاه ایالتی لندگرانت یوتا شد طرف اصلی مشاوره یوتا رو انتخاب کردن از جمله به خاطر اینکه گفتن آب و هواش به ایران شبیه تجربه اونجا ممکنه اینجا بیشتر به کار بیاد حتی مذاکرات اولیه برای برای اصل چهار ایران با رئیس دانشگاه یوتا بود و بجز این شیوه اجراش هم به نسبت علمی بود همینطوری یهو نیومدن پول و ایده و امکانات و اینا رو بریزن مثلا شروع کنن کار کردن همه جا با هم شروع نکردن اجرا کردن سه تا روستا رو پایلوت انتخاب کردن اول آزمایشی اجرا کردن یه سری رو درآوردن بعد رفتن برای ادامه برنامه در کل کشور چه روستاهایی روستاهای که اول پایلوت اجرا کردن سه تا بودن اسفهانک نزدیک اسفهان شبانکاره نزدیک بوشهر اگه اسمش درست بگم و کمالاباد 50 کیلومتری تهران الان فکر کنم کمال شهر هدف اصلیش هم این بود که کشاورزی رو مکانیزه کنن و آموزش بدن چون میگفتن وقتی شغل بخش عمده مردم کشاورزی و دامداریه ما اگه بازدهی کشاورزی رو ببالیم بالا یعنی بخش بزرگی از مردم سطح زندگیشون بهتر میشه راه حل برای اینکه بعضی کشاورزی بهتر باشه چی بود مثلا از بذرهای اصلاح شده استفاده کنه مثلا چاه‌های عمیق بزنن پمپ آب بذارن بتونن آب بیشتر بکشن بیرون مثلا ماشینالات کشاورزی مثلا اصلاح نژاد دام و تویور اینا برنامه هایی که کمیسیون اصل چهار سعی میکنه در روستاهای های ایران جا بندازه میان اول بررسی میکنن میبینن اصلا این بذرا و دامایی که استفاده میکنن نژادایی نیستن که مناسب تولید صنعتی باشن بازدهی خیلی پایینه محصول کیفیت نداره میان چند هزار جوجه و گاو و گوسفند مرینوسی و اسب و الاغ مثلا از نژاد مرغوب وارد ایران میکنن جوجه های اصلاح نجات شده همونایی که مشهور میشن تو ایران به جوجه ماشینی چون به جای اینکه به روش سنتی اینا رو تکثیر بکنن در ماشین جوجه کشی درست میکردن تخم مرغایی که ازش میومد بیرون فرق میکرد بعد تو ایران یه بدبینی هم بود نسبت به تحریک از خارج بخواست بیاد میگفتن که و همه کمکایی که از چهار میخواد بکنه اینه یعنی که چند تا گاو و گوسفند ما بیاره مخصوصا رفتن 13 تا خر نژاد مرغوب از قبرس آوردن که این تبدیل به جوک شد که وای آره ما خودمون خر نداشتیم رفتن از قبرس خر هنوزم ممکنه جایی که از آدمای خیلی با مزه بشنویم که چه کار بیهوده ای چه کار پوچی کلا کار سختی بود جا انداختن و یاد دادن این چیزها ولی ایده این بود که یک عده اگر که امتحان کنند و ببینن که خوبه بقیه هم کم کم میان چه در کشاورزی چه در مثلا بهداشت عمومی چون مریضی هم خیلی زیاد بود مالاریا تراخم، وبا، حسبه، تیفوس، آبله، اینا اصلا جزئی ای از زندگی روزمره مردم روستا شده بود بود یعنی واقعا بود نکش اون موقع شده بود بود مخصوصا بیماری های مصری بیماری های عفونی که حالا یا از آب آلوده می اومد یا از اینکه امکانات اولیه بهداشتی نگرفتن یه آمار گرفته بودن که در ایران 17 میلیونی اون روز 5 میلیون نفر مالاریا گرفته بودن که بعضیاشون حتی نرفته بودن مراجعه نکرده بودن برای درمان سال 26 یک چهارم کسایی که میرفتن مرکز درمانی مالاریا داشتن واقعا آمارای تکان دهنده و عجیبیه و اینا بیماریایی که میشد با آموزش و تبلیغ یک سری اصول بهداشتی و واکسیناسیون و یاد دادن روش های مقابله و تأمین آب آشامیدنی سالم و اینا کمشون کرد یعنی بیماری های لا علاج نبودن بیماری بودن که علاج براشون و پیشگیری براشون وجود داشت توی دانشگاه‌های پزشکی برنامه های آموزشی بهداشت عمومی گذاشتن واسه دانشجوهای علوم پزشکی که اینا بعداً بتونن برن بیان توی روستاها ترویج بدن اینا رو کارهای تبلیغاتی شروع کردن جلسه های گروهی تو روستا گذاشتن تمر چاپ کردن برای مقابله با مالاریا ریزی میکنن تو دانشگاه تهران یه انستیتوی آموزشی بهداشت همگانی درست بشه یک شبکه ای از کانون بهداشت همگانی درست بشه یک برنامه آموزش اصول بهداشتی منسجم توی مدرسه های ایران باشه با همکاری مشاورای آمریکایی و برنامه های مفصلی خلاصه برای بخش بهداشت برای مثلا همین برنامه مبارزه مالاریا یه منطقه رو انتخاب میکنن نزدیک ورامی همه خونه ها و طویله ها و باتلاقا و هر جایی که آب راکت هست و هر جایی که احتمالش از پشه توش این پشه آنوفل توش رشد بکنه شناسایی میکنن خوش میکنن آبای راکت رو ددته میزنن سمپاشی میکنن همه جاهایی رو که پشه میتونه جمع بشه و تحت نظر میگیرن یه کسایی رو که ممکن مبتلا به مالاریا بشن میبینن نتیجه خیلی خوب بوده تعداد بیمارا خیلی سریع کم شده اعتبارات رو میارن ته رو گسترش میدن به سر تا سر کشور یا برای درست کردن آواشا میدن یا آلوده تاسیسات تصفیه آب رو میارن یه جایی شروع میکنن درست کردن بر این تصفیه خونه ها هم گسترش پیدا میکنه به سر تا سر کشور تمرکزشون ولی روی چیزیه که بهش میگن امروز توسعه نرم افزاری یعنی آره یه مقدار امکانات و تجهیزات و سخت افزار اینها می آوردن ولی بیشتر توجه سمت دیگری بود و از همه مهمتر توی آموزش مخصوصا توی آموزش عمومی آموزش متخصصان بومی یه طوری که اینا خودشون بتونن برنامه ریزی کنن برای توسعه بعدن ته فکر این بود که اگر این جامعه بتونه روی پای خودش وایسه تولیدش بیشتر بشه با کیفیتتر بشه بهداشت رعایت بهداشت عمومی بشه با مظاهر زندگی مدرن آشناتر بشه خودشون بدون اینکه کسی اجبارشون کنه میرن به سمت همون آرمانهایی گرایش پیدا میکنن که آمریکا میخواد ایده این بود یعنی ایران هم تبدیل میشه به یک به یک مثل لیبرال دموکراسیهای دیگه متمایل به آمریکا به هر حال سمت کمونیسم نمیره این واقعا یه ایده بود که اون روز خیلی سفت و محکم در مهمترین اتاق فکر آمریکایی که مشاور می‌دادند به سیاستمدارها پذیرفته شده بود به عنوان یک اصل بر همینم آموزش از آم آموزش پرورش رسمی تا آموزش مهارت زندگی آموزش بهداشت تنظیم خانواده انواع آموزش های عمومی سخنرانی کردن جزوه نمایش فیلم برای روستایی یا برنامه گذاشتن اینا خیلی جنبه مهمی بود خیلی بخش مهمی بود از از برنامه های اصل چهار تو کتاب های درسی شروع کردن تجدید نظر کردن یک کمیته زیر نظر آقای غلام حسین مصاحب با همکاری آمریکایا خیلی از کتاب درسی رو بازنویسی کردن حالا آموزش ها بود سواد آموزی بود همکاری در ساختن مدرسه بود دانشجو آمریکا بفرستن بود یا آمریکا بفرستن یا دانشگاه آمریکایی بیروت بفرستن واسه دوره تخصصی این بود که مثلا یه سری خانم ها آمدن مدیر شدن این یه تاثیر فرهنگی تر بود تا اون موقع واقعا مرسوم نبود که در ایران زن ها در رده مدیریتی باشن کلا خیلی کار بیرون از خونه مرسوم نبود که بکنن ولی اگر که میکردن مثلا ماشین نویسی بود منشیگری بود این کارها بود ولی پست مدیریتی در سطح مدیر میانی دادن جایی که زیر دستشون چند تا مرد کار میکردن دخترای بعضی از سیاست سیاسیون سرشناس علاو و منوچهر اقبال و اینها جذب این اداره شدن این یه جور باز دوباره الگو سازی بود در اون جهتی که هدف آمریکایا بود از اون طرح و از اولش هم گفته بودن که ما هیچ علاقه نداریم در امور سیاسی و نظامی ایران دخالت کنیم حالا علاقه که دا حالا شاید داشتن، شاید هم نداشتن. واقعتش اینه که نتیجه طور دیگری شد. حالا علاقه، علاقهش علاقش خیلی مهم نیست. این دوره دوره‌ای بود که بسیار دوره مهمی شد در تاریخ ایران. دوره‌ای که اگه به سالاش دقت کرده باشیم، دوره ملی شدن نفت دیگه. ملی شدن نفت یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر ایرانه که تقریبا مثل همه چیه دیگه تاریخ ما پروندهش هنوز باز هنوز موضوع روز هنوز واقعا نمیشه دربارش درست نشست و صحبت کرد چون جنگجویان مبارزی که همه چی رو میدونن و آمادن برای یه طرف قصه شمشیر بزنن صداشون خیلی بلندتر از اونهایی که کنجکاوی دارن که واقعا بفهمن چی شد و چرا اینطوری شد ولی خلاصه این برنامه نتونست نمیتونست طبیعتا دور از این قصه بمونه دعوای بین دولت ایران و انگلستان خیلی داغ و داغتر شد آمریکا گفتیم مطلقا سابقه استعمار نداشت تا اون موقع حتی یه فاز ضد استعماری داشت خودش یه مستعمره ای از انگلیس بود که آزاد شده بود بعدم دوبار آمده بود منجی اروپایی شده بود الانم خودش رو رهبر جهان آزاد میدید تو ایران هم دیدها بهش مثبت بود از جمله به خاطر همین ضد استعماری بودن دیده روشنفکری دید دولتی ها مثبت بود دید روشنفکرا و جامعه هم مثبت بود حالا نه که همه مثبت بودن ولی اینا اینا باز حواسمون باید باشه همونطور که دید, جامعه آلمان ها مثبت بود یک زمانی به آلمان مثبت بود یک زمانی آلمانی ها مثبت بود به آمریکا هم خوشبین بودند به خاطر اینکه حالا به استثنای حزب توده که دنبال خط شوروی بود خوشبین بودند نه فقط شاه بلکه مصدق هم دیدش به آمریکا خیلی مثبت بود بر از اینکه نفت ایران تحریم شد به مشکلات اقتصادی خورد چند بار رفت از آمریکا درخواست کمک کرد یه علت اینم که مثبت بود این که روشنفکران ایران جامعه ایران اونایی که متوجه اوضاع بودن سابقه تاریخی قرن 19 رو میدونستن خیلی دید بدی داشتن از از شوروی از روسیه در واقع و انگلیس اینا بازی بزرگ دیده بودن بلایی رو که سر خیلی از کشورها آمده بود رو در, در اون دوره های استعماری دیده بودند. از آلمان همچین چیزی نمیدونسته قدرت جدیدی میدیدن آلمان رو که جلوی اینا سر بلند کرده و حالا آلمان سرنوشتش اونطور شد آمریکا رو هم یه مقدار اینطوری میدیدن و خلاصه یک همچین جوی بود در سطح سیاستمداران ملیگرای ایرانی هم بود مصدق هم چند بار از آمریکا درخواست کمک کرد ولی آمریکایی‌ها خب با مصدق نمیخواستن کار کنن نه در قالب اصل چهار نه به هیچ شکل دیگری کمکی بهش نکردن در واقع در دوره مصدق همه بودجه ای که آمد از سمت آمریکا همین حقوق کارمندا میشد بعد از 28 مرداد بود اصلا که کمیسیون و کمک اینا یهو یه شروع کردن به شتاب گرفتن فقط مال اصل چهار نیست بعد بعد از 28 مرداد کلا حضور آمریکا در ایران خیلی بیشتر شد ولی مشخصا اصله چهارم خیلی فعالتر شد آمریکا کمک کرده بود به شاه برای کنار زدن مصدق بعد کمک های آمریکا زیاد شد یه نتیجهش هم این بود که حالا اینطوری برنامه اصل چهار مخالفین جدیدی هم در ایران پیدا میکرد ملیگره های طرفدار مصدق مخالفش بودند. چپ ها و حزب توده و اینا که خب از اول مخالف بودند که عجیب هم نبود اصلا کلا برنامه در مقابل اینها و شوروی طراحی شده بود تظاهرات کرده بودن بیانیه میدادن که این استعمار نوینه اینا میخوان ما رو مجبور کنن جنساشون رو بخریم از این صحبت ها. ولی حالا ملیگراها هم داشتن یک فاز ضد آمریکایی میگرفتن بعد از این قصه ها حالا ولی فارغ از اینکه کی دوست داشت و کی دوست نداشت واقعیت اینه که خیلی از نهادهای سیاسی و اقتصادی و سازمانهای مهم برنامه ریزی در ایران که در سالهای بعد شکل گرفتن متأثر بودن از مدل آمریکایی واقعیت اینه که تجارت ایران و آمریکا خیلی رشد کرد در اون سالها صادرات آمریکا به ایران 20 برابر صادرات ایران به آمریکا بود البته این حالا داده های تاریخی هستند ما اگه بخوایم نگاه کنیم که مثلا اصل چهار چقدر موفق بود یا نبود خیلی به اینا نباید نگاه کنیم چون هدف چه که مثلا زیاد کردن صادرات آمریکا به ایران نبود که هدفش یه چیز دیگه بود باید بریم نگاه کنیم ببینیم در جهت اون هدف چی کار کرده اونجا که بریم میبینیم که خب بهداشت در روستا مسلما بهتر شد با سوادی در کل کشور در و البته در روستاها با شیب ملایمی رشد کرد البته حالا باز دوباره یک بخشی از این رشد چه برای بهداشت چه برای سواد مال یک طرح مستقلیه برای اینکه تحصیل کرده های شهری رو در قالب سپاه بهداشت و سپاه دانش و اینا فرستادن به روستاها ها منتها این ایده ای که اصلا بعد از انقلاب سفید مطرح شد شبیه به همون برنامه هایی که اصل چهار داشت که در واقع میشه رد پای اصل چهار رو اینجا توی اون طرحها هم دید باز تو آمار دقیقتر اینو میشه دید سال 35 از آدمای بالای 10 سال ایران 15 درصدن که میتونن بخونن و بنویسن تو روستاها 4 درصدن ظرف 20 سال این رشد میکنه میرسه به 42 درصد در کل کشور 25 درصد در روستاها یعنی رشد سواد بینید رشد سواد دار شدن در روستاها از مناطق شهری هم بیشتره و طبیعتا نمیشه همه اینا رو ربطش داد به یه عامل ولی اصل چهار حتما در راه افتادن و سرعت گرفتن این روند نقش داشته مستقیم یا غیر مستقیم همونطوری که در آموزش اشایری داشته آموزش هی روستا و شهر رو میگیم ولی آموزش اشایری در ایران خب میدونیم گره خورده به اسم آقای محمد بهمن بیگی خیلی ایشون آدم مهمیه به نظرم در تاریخ آموزشی ایران داستان زندگی بسیار بسیار جالبی هم داره ایشون آدمی بود از ایل قشقایی اه... که بعد از مشروطه اینا عملا حکمرانی میکردن بر یک از ایران بعد از رضا شاه ام... رضا شاه و جمعشون کرد و بعدم اینا با آلمانا بسته بودن آلمان که شکست خورد بازی براشون تموم شد این آقا رفت یه مدتی در همین برنامه اصل چهار ترومن با آمریکایی‌ها کار کرد و بعدا آموزش اشاعری رو در ایران راه انداخت با روش خودش و با همتی بسیار الهام بخش و مثال زدنی و باز درباره اینکه چقدر برنامه های به بگی مربوط میشه به کارش در اصل چهار من راستش به نتیجه نرسیدم نه توی کتابهایی که از خودش خوندم نه جاهای دیگه یه خورده حرفا متناقضه ولی در شروعش حداقل به نظر میرسه که کمک های اداره اصل چهار شیراز مؤثر بوده حالا اینا این این ارزیابی ها اینا چیزایی که احتمالا همون موقع هم میتونستن ببینن و گزارش بدن که بله با اصل چهار چنین شد و چنان شد یه چیزی که برای من جالب تره اینه که ما الان 60 سال هفتاد سال بعد از اون با اون چیزی که امروز میدونیم و میبینیم برگردیم ببینیم که اون برنامه چه خوبیهای و بدیایی داشته یعنی یه چیزایی رو ببینیم که آدمایی که اون موقع داشتن باهاش کار میکردن روش کار میکردن نمیتونستن اصلا ببینن کجا میشه اینو دید برای اینکه حرفا ملموس‌تر بشه یه جایی که خیلی خوب میشه دید و فقط هم از همین جایی که ایستادیم چند دهه بعد میشه دیدش در همون برنامه‌های کشاورزی یادمونه گفتیم یکی از مهمترین اهداف تر همین برنامه‌ها بود دیگه آلات بیارن و به جای نیروی کار و به جای گاو و خر و این چیزها دامی که استفاده میکردن برای کشاورزی روستایی ها یاد بگیرن با تراکتور و خرمنکوب و پمپ و اینها کار کنند که واقعا هم یاد گرفتن اونا هم اومد یه صدهای مهمی مثل صد دز تو همین دوره طراحی شد به تدریج اجرا شد تولید محصولم به تناسب استفاده از این ماشینالات بهتر شد تا حدی اینا همه خوب بود اشکالش ولی چی بود دو تا اشکال بزرگ داشت این قصه یکیش تقریبا زود معلوم شد یکی دیگهش خیلی بعد وقتی که بحران آب در ایران جدی شد تبدیل شد اینطوری که الان شده به یکی از جدی ترین های ایران اون موقع معلوم شد قصه چی بود قصه ریشه مشکلش در نظام زمینداری در ایران بود سیستم چی بود تو بیشتر روستاها کشاورز صاحب زمین که نبود زمین مال یه اربابی بود که اصلا خیلی وقتا تو ده هم نبود محصول رو جمع میکردن کشاورزا مباشر ارباب میومد سهم اربابی رو میبرد کشاورز خب هم انگیزش کم بود همین که سرمایه نمیتونست جمع کنه که مثلا مکانیزه کنه کشاورزی رو اینا این شد که یه ده سالی که گذشت آمریکایی‌ها دیدن که ما مشکل مالکیت زمین رو تا ایران تا حل نکنیم نمیتونیم یه کاری کنیم که روستایی ها خیالشون راحت بشه نمیتونیم مطمئن باشیم خشم روستایی تبدیل به شورش نمیشه یعنی اصل هدفمون رو نمیتونیم برآورده کنیم به خاطر نظام زمینداری در ایران یه فکر اساسی باید برای این بشه شروع کردن یه مقدار به شاه فشار آوردن برای اصلاحات ارزی یعنی برای تقسیم اراضی بین کشاورزا که حالا اونم مشکلات خودش رو پیدا کرد حتی باعث شد تولید کشاورزی در میان مدت کمتر هم بشه حالا اون یه داستان واقعا جداگانه مفصل تر باید صحبت کرد همینش فقط اینجا بگیم که به خاطر این شکل نظام مالکیت زمین همه طرحهای کشاورزی اصل چهار در ایران خوب جواب نمیداد یعنی به اون هدف اصلیش نمیرسید اما مشکل بزرگتری که بعدها معلوم شد وقتی که بحران آب تبدیل شد به یک مسئله ترسناک برای بخشهای بزرگتری از جامعه مسئله استفاده از چاه‌های عمیق چی بود قصه اینا اولش رفتن برآورد کردن دیدن ایران 750 هزار جریب زمین قابل کشاورزی داره گفتن ما میخوایم تولید رو ببریم بالا یه راهش اینه که زمین قابل کش رو در ایران زیاد کنیم ببریم برسونیم به یک میلیون و دیویس جریب چی جلومونو گرفته؟ کم آبی کم آبی همیشه برای ایران مشکل اساسی بوده همیشه کشور و سرزمین خشک و کم آبی بوده مشکلی که البته ساکنینش براش راه حل‌های محلی خوبی هم پیدا کرده بودند. حداقلش اینه که از دو سه قرن قبل از میلاد مسیح میدونیم در ایران یک ابتکارایی داشتن برای مدیریت منابع آب. چیکار میکردن؟ کانالای زیرزمینی میزدن به جای که در عمق خیلی برن پایین افقی که آب رو بتونن برسونن به جاهای خشک. تفاوتش با کانال روی باز زمین اینه که کانال روی زمین خب مسافت زیاد و آفتاب و گرما آب بخار میشه دیگه ولی کانال زیرزمینی آب تبخیر نمیشه اونطور یک اختراع مهم و جالب ایرانی این, این سیستم قنات ها اگر نبود شهرهای کویری مثل یزد مثل کرمان مثل دامقان مثل کاشان اینا احتمالا اصلا هیچ وقت شهر نمی‌شدن خیلی هم تکنولوژی جالب و دقیقی بوده از دستاوردهای مهم مهندسی ایرانیه چاهشون خیلی عمیق نبود مثلا 300 متر میرفت پایین ولی افقی قنات ممکن بود 80 کیلومتر هم بره پنجاه هزار تا قنات میگن هست در ایران این خلاصه راه حل بومی و سنتی بود در اقلیم گرم و خشک فلات ایران که آب رو چطوری برسونن به یه جاهای دور از دسترس با این لوله کشی کانال کشی زیرزمینی آب کشاورزی رو و, و آب آشامیدنی قرنها ایرانیا داشتن این کارو میکردن ولی خب این سیستم ظرفیتش کم بود مخصوصا برای اون رشدی که اینا میخواستن مناسب نبود گسترش دادنش هم کاری نبود که سریع بشه انجام داد برای همین اینا گفتن که خب ما عمیقتر میکنیم ما با تکنولوژی امروز میتونیم به جای که افقی هی انقدر طولانی بریم جلو عمودی هر جای چاه ها عمیقتر بزنیم هم ابزار مدرن هست که بشه چاه عمیق زد هم پمپای قوی میشه داشت که میشه خرید که بذاری سر چاه آب از اعماق زمین کشه بالا این مال جاهایی که رودخونه نیست اون جاهایی هم که رودخونه هست صد میزنیم صدای بزرگ بتونی میزنیم آب جمع بشه این آبو میکشیم میبریم سر زمین های کشاورزی این کارو کردن زمین های زیر کشتم زیاد شد انقدری که دیگه قناتو کسی بهش توجهی نمیکرد قنات یه چیزی بود که نگهداریش کار داشت زحمت داشت هزینه داشت وقت میبرد قناتا کسی کاری به کارش نداشت لایروبی نشدن نگهداری نشدن کم کم از بین رفتن خیلیاشون قافل از اینکه اون چاهای عمیق اون پمپهای قوی دارن آبی رو میکشن از اعماق زمین که از هزاران سال پیش ذخیره شده سفره های زیرزمینی اینکه دارن اینطوری خشک میشن سیاست سدسازی هم همین بود یک سری سد مهمی و موقع زدن سد رضاشاه کبیر صد هم کارون یک صد دز سد صد سفیدرود سد صد درودزن صد کرج خیلی سد دیگر هم مطالعاتش رو شروع کردن موند بعد از انقلاب ساخته شد خیلی هم مثبت بود از این نظر که سطح زمین های قابل کشت رو زیاد کرد برای تأمین آب کمک کرد برای محال سیلاب کمک کرد بعدا تو سدسازی های بعدی برای تولید انرژی چقدر کمک کرد و البته چند دهه طول کشید که ما بفهمیم که همین سدسازی ها چه اثری داشته روی چرخه هیدرولیکی چرخه هیدرولوژی در سرزر سرزمینی کم آبی مثل ایران چه نقشی داشته در بحران آبی که الان داریم تصویر ترسناکش رو میبینیم ولی اون موقع مشخص نبود یا همون ددتهی که گفتیم دی دی تی که گفتیم برای مبارزه با تیفوس و مالاریا اینا سمپاشی میکردن باهاش این بعدا معلوم شد سرطانزاست البته اون موقع نمی دونستن بی حساب همه جا استفاده میکردن و سالها بعد بعد از اینکه اثر چشمگیر مثبتش در کوتاه مدت دیده شده بود در بلند مدت آثار منفیش هم کم کم آشکار شد میبینید چی میشه دیگه مثل همیشه برآورد کلی و مستقل کردن سخته آدم اگه نخواد حرف رو هوا بزنه واقعا به این راحتی نمیتونه به اصل چهار خوب بود یا بد بود نم, نم میشه نه خیلی احتمالا فایده ای داره از اون قضاوت های یک کلمه ای و کم است کاری که میشه کرد اینه که نگاه کنیم به کارهایی که است چهار در ایران کرده مهماش رو دیدیم دورش صحبت کردیم و اینا خب نتیجه داده و البته حواسمون باشه که این این ارزیابی کاملی نیست چون اینطور نیست که اصل چهار تنها چیزی باشه که در ایران اجرا شده اومده یک زمینی رو متح... متحول, کرده رفته یه برنامه بود در کنار یک سری برنامه و طرح دیگی که در حال اجرا بودن یا بعدا اجرا شدن در واقع برنامه از چهار در دوره اجرا شد که در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران برنامه های توسعه برنامه های مدرنیزاسیون در حال اجراست در ایران حالا با وقفه ای که به خاطر جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و بعدم یک دهه بیثباتی سیاسی در کشور اتفاق افتاده داره همون ایده های نوسازی که در دوره مشروطه تر شده بود در دوره رضاشاه زیر ساختش یواش یواش شکل گرفته بود داره پیگیری میشه وقتی هم که کار اصل چهار در عواسط دهه چهل شمسی دهه 1960 تمام میشه در بعضی از مثلا مبارزه با بعضی از بیماری ها مثل مالاریا چه پیشرفت خیلی قابل ملاحظه است سرانه آموزش روستایی گفتیم سرعت رشدش از شهر بیشتره کشاورزی کاملا متحول نشده ولی خب ماشینالات و ابزار مدرن آماده جای روش های قدیمی رو گرفته یک سری از ترهام هم اهدافشون داره در قالب ترهای ملی دیگه مثل اصلاحات ارزی مثل سپاه دانش سپاه بهداشت و یا شیبه های مشابه اینها پیگیری میشه از همه مهمتر برای آمریکاییایی که این طرح آورده بودند در ایران انقلاب کمونیستی نشده و الان دیگه شرایط به نظرم نمیرسه که همچین پتانسیل انقلاب کمونیستی داشته باشه ارتباط ایران و آمریکا روز به روز داره گسترش پیدا میکنه خیلی از سازمانهای مهم برنامه ریزی و تصمیم گیری که در واقع مسیر توسعه رو قرار بود ترسیم بکنن دارن به دست کسانی اداره میشن که در آمریکا درس خوندن طبیعتا تمایلشون به مدل آمریکایی بیشتره سازمان برنامه بودجه مثلا یک, یک مثالشه بر همین میشه گفت از دید آمریکایا طرح موفق شده بود طرح به اهداف خودش رسیده بود از دید ایرانیا چی اینجا یه دعوایی هست که تا امروز هم ادامه داره با این سوال دوباره شروع میشه که هدف آمریکایا چی بود میخواستن به ما کمک کنن یا میخواستن اهداف خودشون رو برآورده کنن اگر اینطوری ببینی که ما داشتیم در راستای اهداف آمریکا برنامه اجرا میکردیم خب معلومه بازی خوردیم دیگه بازی خوردیم چون درسته که مزایایی هم برای ما داشت ولی اصلش این بود که اونا به اهدافشون رسیدن من فکر کنم شاید وقتشه که اصلا قضیه رو یک جور دیگری ببینیم بپذیریم که اصلا هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیره اینطوری که میگن خب هر کشوری هم که ارتباط میگیره با کشور دیگری هر قراردادی میبنده هر کمکی میکنه دنبال منافع خودشه یعنی باید اینطوری باشه اگر نباشه اگر پولش و امکاناتش رو بدونه اینکه به منافع خودش توجه کنه ببره یه جای دیگری حتما کار غلطی داره میکنه این قاعده پذیرفته همه هم, هم میدونن هر کشوری در ارتباط با هر کشور دیگری اول به منافع خودش فکر میکنه ما،, ما اگه اینو سختمونه بفهمیم شاید واقعا باید زاویه دید خودمون رو یه مقدار عوض بکنیم تو ایران اگه مخالفت هایی رو که از همون اول با است چهار میکردن نگاه کنی خیلی جالبه همون حرفایی رو میبینی که امروز هم دارن میزنن در موارد مشابهی میشنوی اینکه اینا دخالت در امور ماست اینکه اینا شبکه جاسوسی و توطعه دارن درست میکنن هم چپها دارن این رو میگن هم ملی ها دارن این رو میگن وقتی که ضد آمریکایی و ضد اصل چهار رو اینها میشن خلاصه نیمه دهه چهل هم کم کم فعالیت های دفتر اصل چهار در ایران کم میشه طرحهای ناتمام رو هم میان تحویل نهادهای ایرانی میدن و میرن امروز که من برمیگردم مثلا بعد هفتاد سال فکر میکنم به اصل چهار به برنامه های اصل چهار نگاه میکنم ببینم خب خواسته های آمریکایی ها خب همونی بود که میگفتن طرف ایرانی هم میخواست که بیفته در مسیر توسعه کشور و یک سری اصلاحات مهمی در کشاورزی و در بهداشت و آموزش و اینها تجربه کنه ببینه بهترین خروجی که میشه تصور کرد و دوست داشت خواست آرزو کرد چیه این نیست که یکی به خواسته هاش برسه و یکی دست خالی بره اینا همه برنامه توسعه رو بتونن پیش ببرن ولی ها نتونن به هدفشون برسن این این همون چیزی که بهش میگیم برد باخت دیگه این این نیست ایدئال اینه که هر دو بتونن دستاوردهایی داشته باشن حالا یکی بیشتر میبره یکی کمتر میبره ولی هیچ کدوم نمیبازن بازنده اونیه که اصلا تو بازی نیست باخت مال اون وقتیه که اصلا از این بازی بیرونی بری از بازی بیرون قضیه است چهارم به نظرم با یک همچین دیدگاهی برای ما قابل فهم تر میشه یک طرحی بود دلیل اصلیش تأمین منافعی بود در راستای سیاست خارجی آمریکا منتها درست در همون جهتی و درست در همون زمانی این طرح به ایران پیشنهاد شد که کشور در حال نوسازی بود و این کمک های فنی و آموزشی و تجهیزات و پولی که برای ایران آورد در نوسازی بهش خیلی کمک کرد اینطوری که نگاه کنیم دیگه اون سوال غلطه رو نمیپرسیم که اصل چهار در راستای منافع آمریکا بود یا در راستای منافع ایران بود سوال مهمتر به نظر من سوال بهتر برامون این میشه که نگاه کنیم ما اگر برامون توسعه ایران مهمه این برنامه های اصل چهار در نهایت به نفع ایران شد در مسیر توسعه یا به ضرر ایران شد این سوالی که من دوست دارم جواب شما رو هم در موردش بدونم